വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് എംഎസ് വോയ്സ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഅലമൂ അന്നമാ ഗനിംതും മിൻ ശൈഇം فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني
أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم تقبل الله
آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. പടച്ചവന് ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഖിമായ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പുണ്യമായ ഈ മുഹറം മാസം ഒന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചതായ പരിശുദ്ധമായ ഖത്മുൽ ഖുർആന്റെ മജ്ലിസിലാണ് റബ്ബേ ഉള്ളത്. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ നിന്റെ ഹബീബ് സുന്നത്താക്കിയ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് നോമ്പുകാരായിക്കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ നിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായി, നിന്റെ ഹുബ്ബിനായി, നിന്റെ റിളക്കായിക്കൊണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനത്തിനായിക്കൊണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള മഗ്ഫിറത്തിനായിക്കൊണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പുതിയൊരു വർഷം കൂടി ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നല്ല അല്ലാ, അതിന് നന്ദിയായിക്കൊണ്ട് ഇതാ മുഹറം മാസത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഖത്മ ഓതാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ അത് തുടങ്ങി വെച്ചിന്ന് പത്താമത്തെ ജുസ് ഓതിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓത്തറിയുന്നവരല്ല അല്ലാ, ഖുർആൻ ശരിക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരല്ല അല്ലാ, തജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തവരാണ് അല്ലാ, അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്റജ് ശരിക്ക് അറിയാത്തവരാണ് അല്ലാ. എങ്കിലും നിന്റെ ഖുർആനിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് റബ്ബെ, ഖുർആൻ ഓതുന്ന നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അക്ഷര പിശകുകളെ, തെറ്റുകളെ, കുറ്റങ്ങളെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കിയത് നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടാൻ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. നിന്നൊക്കെ മിഥുന സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെയും, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആളുകൾ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെ മുർസലീങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സുഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഹുദൈങ്ങൾ എല്ലാ സുഹാബത്തെ ഇക്രാമിന്റെ ഹലറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ഔലിയ ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖജാ മുഈദുൽ ജിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സുൽത്താൻ ഏർവാടി ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാ തങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സയ്യിദ് മംബറം ബാലവി തങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഈ ദുനിയാവിനെ ഏറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ മേഖലയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന ഞങ്ങളെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ, സജ്ജനങ്ങളുടെ, ഖൈറുല്ല അഹ്ലുകാരുടെ, ശ്രോതാക്കളുടെ, സുദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദർജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. പാപങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരുടെയൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മാതാവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്,
സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും റബ്ബേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരിൽ നിന്നൊക്കെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്, അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഹദിയായിക്കൊണ്ട് ഈ മുഹറം മാസം 10-ന്റെ അന്ന് അല്ലാഹുവേ നോമ്പ് നോറ്റ് ഖുർആൻ ഓതി അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഈ ഹദിയ, ഈ സമ്മാനം, ഈ സദഖ, ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുന്ന, ഹദിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്താനങ്ങൾ, ഒരു കുടുംബാദികളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, അപകടങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ, മാറാവ്യാധികൾ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ അഹ്ലുകാരെ കാക്കണേ അല്ലാ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകിയ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അറ്റാക്ക് കൊണ്ട്, ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട്, നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, ഷുഗർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡ് കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ട്, വെരിക്കോസിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, ശക്തമായ തലവേദന കൊണ്ട്, വയറുവേദന കൊണ്ട്, പല്ല് വേദന കൊണ്ട്, തൊണ്ട വേദന കൊണ്ട്, കണ്ണ് വേദന കൊണ്ട്, ശരീരമാസകല വേദന കൊണ്ട്, ഊരവേദന കൊണ്ട്, കാലുവേദന കൊണ്ട്, മുട്ടുവേദന കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയല്ലാ പല രീതിയിലുള്ള വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേയല്ലാ. കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികളുണ്ടല്ലാ, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ടല്ലാ, ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞ രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. കല്ലിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വാദസംബന്ധമായ, രക്തസംബന്ധമായൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. സ്ത്രീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അപസ്മാര രോഗം കൊണ്ട്, വെള്ളപ്പാട് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതുമൂലം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്നൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരുമ്മമാര്, ഒരു പേജ് ഖുർആനോദി ഖതമോദി ദുആ ചെയ്യുന്ന രാവിലത്തെ മജ്ലിസിൽ, ഒരു വർഷം മുമ്പേ മജ്ലിസിലുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരുമ്മമാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മജ്ലിസുന്നൂർ ഓതിക്കൊണ്ട്, ഹജ്ജാദ് ഓതിക്കൊണ്ട്, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന, രാത്രി നടക്കുന്ന ലൈവ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അതുപോലെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഖതമ തീർത്തവർ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. ഇതാ മുഹറം മാസത്തിലും ഖതമ തീർക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മജ്ലിസിലുണ്ട്. എല്ലാവരും നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ലാ. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ മുറാദ് നിനക്കറിയാമല്ലാ, നിറവേറ്റി നൽകണേയല്ലാ. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ലാ, മാറ്റിത്തരണേയല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേയല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ മൈഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിന്, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേയല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേയല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിസ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഖൈറായ വിസ നൽകണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു അതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയവരുണ്ട്, ഖൈറായ വിസ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽഫലിൽ കൊണ്ട് അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയിരാരോഗ്യം അവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ, സ്ഥലമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഖൈറായ വീടും സ്ഥലവും നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലവും വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിച്ചു നൽകണേ എന്താ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേ എന്താ. നൽകിയ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നാളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽസന്താനങ്ങളാക്കണേ എന്താ. നാഫിയായി ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ഇൽമുഖിനെ അതൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ, അർഹമുറാഖിമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ. അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേയല്ല. മഖബൂലും അബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേയല്ല റബ്ബേ. പരിശുദ്ധമായ ഈ വർഷത്തെ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഖുർആൻ ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഖത്വം ഓതി, അല്ലാഹു അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് നിനക്ക് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ അറിയുക. അല്ലാഹു നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേയല്ല. അല്ലാഹുവേ മുഹറം 10-ന്റെ രാവ്, ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളെ ഹയാത്താക്കി റബ്ബെ. ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നലെയും ഇന്നും മുഹറം ഒന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ പലവരും നോമ്പുകാരാണ് റബ്ബെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നോമ്പുകൾ നോൽക്കുന്ന അല്ലാഹുവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലാ, ഞങ്ങളെല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫളിൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മുഹറമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നോമ്പുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഖുർആൻ പാരായണം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ദിക്ര സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സദഖകളെ ഹദിയകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പലവരുടെയും മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ പേരിന് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദി അയച്ചവരുണ്ട്. പലവരുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് ദിവസം മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദി അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തവരുണ്ട്, വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി ദവാബിന് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത് നന്നാക്കി ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുനിട്ട് കിടന്ന് സ്വർഗാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ സ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن مات منا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഖത്തം ഓതി തീരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓതി തീർക്കണം. ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുഹറം 10 ആണ്, 10-ാമത്തെ ജുസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. നാളെ മുഹറം 11, 11-ാമത്തെ ജുസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. മുഹറം 29-ൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് മുഹറം മാസിൽ തന്നെ ഖത്തം തീർക്കണം. നമുക്ക് 30 ഇനി കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം നമുക്ക് ദുൽഹിജ്ജ നമുക്ക് 30 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹറം 30 കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് 29-ൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് ഖത്തം വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഖത്തം ഓതാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ ഖൈറാത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തുറന്നു നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മരണപ്പെട്ടു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഉസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.